توی سیر تکاملی لپتاپ هایی که دارم آنباکس میکنم رسیدیم به لژیون 5 پرو. من مسعود هستم و این کانال وی پرو هستش. دمتون گرم که کانال من رو تماشا میکنید، ویدیوهای من رو لایک میکنید، من رو سابسکرایب میکنید، بابت همشون ازتون ممنونم. حالا بریم سراغ آنباکس لژیون 5 پرو. آیا واقعا پرو هستش؟ آره، یکی از بزرگترین ضعف‌هایی که توی لژیون ها توی این مدل برطرف شده سیستم کولینگه. حالا البته میپردازیم به اینکه کانفیگش چیه و عمل کردش چجوریه. چیزی که لازم داریم یه دونه چاقو، چاقوی قبلی رو بچه گم کردم، یه دونه چاقوی جدید برام خریدن، البته دستشون درد نکنه. بچرخونیم. خب این لپتاپ جدید خودم هست، علیرغم لپتاپ‌های قبلی که بچه‌ها آنباکسشون کردم، ولی خب به دستم رسیده بود، برای استفاده خودم نگرفته بودم، ولی خب این لپتاپی بود که وسوسه انگیز بود، تصمیم گرفتیم داشته باشیمش. من قبل از این یه دونه آیدیا پد گیمینگ داشتم، خب البته در جریان هستید، توی ویدیوهای دیگه‌ام اون لپتاپ رو دیده بودید، ولی دیگه با این لپتاپ عوضش کردم. وقتی در جبر رو با میکنید با یه همچین چیزی رو برو میشیم. یه دونه فوم دوتایی که شبیه ایکس روی لپتاپ و یه شماتیک گیمینگ بهش داده. خب لژیون سری گیمینگ هستش، توضیح اضافه ای نداره. اگر میخوایی تفاوتش با لژیون 5 معمولی رو بدونید، یه دونه ویدیو در مورد لژیون 5 معمولی ساختم، لینکش الان این بالا هستش، میتونید برید اون رو هم تماشا بکنید. خب از این فوما که به این شکل هستن، رو مدل های قبلی لنوو هایی که آنباکس کردم یه همچین چیزی ندیده بودیم و تجربه نکرده بودیم. یه دونه کاور مشکی رنگ که این هم میره کنار و واو، خیلی زیباست، خیلی خیلی زیباست. اینجا قرار بگیره. تو اینجا چی کار میکنی؟ کلاکت معروف من. بچه یه توضیح اضافه بدم وسط آنباکس، اونم این که من همونجوری که از ظاهر جایی که دارم این ویدیو رو آنباکس میکنم ببینید، یه جای جدیده که حالا قراره که بک‌گراندش و بقیه جاهاش رو برای کار خودم تجهیز بکنم. توی جعبه به غیر از خود لپتاپ یه دونه باکس این شکلی وجود داره که میشه حد زد توش چیه. پاور، کابل برق، از این استیکرها که برای خود لژیونه، با از این استیکرها که میاد اینجا، یه مشما که توش کاور خود آداپتور برقه 230 وات، یه کاور 230 واته، بزرگه. من یه دونه لپتاپ باریک S540 دارم که آنباکس اون هم تو سایت میتونید برید، توی چنل هم میتونید برید ببینید. وزن این پاور از کل اون لپتاپ سنگین تره، خودش یه دونه پاور 90 وات داره، ولی تقریبا میشه گفت 2.5 برابر اونه. خب گرافیکی که روی این لپتاپ مصرف برق زیادی داره، مخصوصا سی پی یو، به خاطر همین از یه پاور سنگین استفاده شده. از اونجایی که شما لپتاپ های گیمینگتون رو معمولا تکون نمیدید، وجود یه همچین پاوری
من تقریبا میشه گفت منطقیه. خب بریم سراغ کانفیگ لپتاپ. از کانفیگ لپتاپ یه توضیحی بهتون بدم. اول میزه یکم خلوت بکنم بچه ها. از ویژگی خیلی خوبی که روی این لپتاپ و من خیلی باهاش حال میکنم اینه که دو تا پورت تاندربولت داره که میشه گفت دیگه از همه پورت ها وجود این دو تا پورت شما را از وجود همه این پورت ها بی نیاز میکنه. کانفیگش کورای 7 نسل 11 تقریبا دیگه باید با کورای 7 ها و کورای 5 های نسل 11 خدافزی کنیم. جایگزینش توی بازار نسل 12 داره میاد که روی لژیون 7 های پرو وجود داره و کانفیگ های بسیار عجیب و غریب که خب قیمتاشون بالای 100 میلیون تومنه. اما یه چیز معقول نسل 11 خیلی جوابه، نسل 10 خیلی جوابه، یه وقت نسبت به اینا دلچرکین نباشید. روی این لپتاپ کورای 7 نسل 11 رو داریم، 32 گیگ رم DDR4. بچه ها دقت بکنید، روی CPU های نسل 12 رم های DDR5 اومده. اگر میخواید از رم های DDR5 بهره ببرید پس لطفاً برید سراغ نسل 12. منتظر باشید نسل 12 بیاد تا بتونید روش رم های DDR5 داشته باشید. بریم ادامه کانفیگ رو. گفتم CPU نسل 11 Core i7 11800، 32 گیگ رم DDR4 باس 13 ببخشید باس 3200، گرافیک 3050 NVIDIA GeForce TI، یعنی این گرافیک 3050 تایتان سریز، و البته دیگه چیش موند؟ دیسپلی 2K، یعنی بهش میگن WQHD. اگر خواستیم حتما از پرفورمنسش واسه تون یه دونه ویدیو میسازم، یه گیم بوش لانچ میکنیم و تست میکنیم و فعلا که خامه، خبری از ویندوز و بقیه داستان روش نیست. نمیشه گفت هارد دیسک، از یه SSD NVMe M2 یک ترابایت بهره میبره. به خاطر همین شما به هیچ عنوان لگ ندارید، سرعتش فوق العاده است. بکلایت کیبورد 4 حالته که اون رو موقعی که داریم گیم پرفورمنسش رو چک میکنیم حتما با هم دیگه چک میکنیم. نمای ظاهری لپتاپ رو پرده برداری بکنم، همونجوری که میبینید خیلی 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 زیباست. در مورد پورتهاش، پورت پاور مستطیلی شکل رو داریم. این قسمت یه دونه کابل USB تو حالت خاموش لپتاپ خروجی برق میده، میتونید در اکسسوریاتون و موبایلتون باش شارژ بکنید. خروجی پورت HDMI یه دونه، دو تا پورت USB 3.2 که فوق العاده سرعتش زیاده، یه دونه تاندربولت و کابل لن که برای همه لپتاپ های گیمینگ لازمه. پورت لنی که این قسمت پایینش کشویی نیست، کاملا فول سایزه. این بغل هم دوباره یه دونه پورت تاندربولت دیگه. میگم این پورت های تاندربولت خیلی خوب واسه گیمرها کار رو در میاره و یه پورت USB دم دستی این بغل و البته سویچ الکترونیکی خاموش رو روشن کردن دوربین لپتاپ. پشت لپتاپ هم که برندینگ لژیون رو با بکلایت گذاشتن، زمانی که لپتاپ به شارژ هستش این به صورت یک چراغ سفید یخی رنگ روشن میشه. خودم این سیستم رو جدن برای کسایی که حالا کار کدینگ میکنن، دیولوپرن، کار گرافیک میکنن مخصوصا،
توصیه میکنم به کسی که خب گیم بازی میکنن، نه مدت خیلی طولانی، شاید کامنت بذارید که سیستم کولینگش چجوریه. این بهترین بهره‌وری از سیستم کولینگ توی لنوو هستش، اصلا تو این یه موردش شک نکنید، ولی بدونید که باز پرفورمنسش به یه دونه کیس نمیرسه. این از این، هرچند که شما این کانفیگو اگر بخواید به یه دونه کیس داشته باشید میره بالای 100 میلیون تومان. من تجربه جمع کردن کیس رو داشتم، ویدیوش هم روی چنل موجوده، ولی اینجا قیمت به مراتب پایین تره. دوست دارم یک گریزی بزنم توی زفیروس های ایسوس اگر به دستم برسه، میدونم که میرسه، حتما براتون آنباکس میکنم، مقایسه میکنیم. خیلی در مورد ایسوس میپرسید، سری تاف ایسوس، سری زفیروس، و اونا رو هم دوست دارم با هم دیگه بررسی بکنیم. من همچنان روی لنوو نرد هستم و برند مورد علاقمه، تا الان کارمو زمین نذاشته، تا الان هم چیزی غیر از لنوو آنباکس نکردم، ولی دوست دارم به مدل های دیگه هم یه گریزی بزنم. و دمتون گرم که تا اینجا ویدیوی من رو دنبال کردید، دمتون گرم که من رو حمایت میکنید. لطفا فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید. لطفا اگر سابسکرایب بکنید یه کلمه انگلیسی SUB یعنی همون ساب رو واسه من کامنت بکنید که سابسکرایبتون حتما بشینه. و دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، بدرود.